چادر ننداز سر چادر ننداز سر بعدش بعدش میخواد آره بعدش میگه که شعر یه جوری بود که میگفتش که بزنم خون را بنداز از این چیزا. آره تو شعر بود، منم میخوندمش. اینا یک دفعه پاسدار چسبید از پشت گفت بیا ببینم اسمت چیه؟ گفتم جواد آقا. نوکرت اون جواد آقا؟ گفت خفه. ای بود خفه، تو به کی داشتی میگفتی چادر سرت نکن؟ داری بعد آموزی میکنی تو خیابون؟ ای بود چادر ننداز سر ما رو بردن دادگاه، دادگاه کشی همین بخاطر همی آهنگ؟ آخه توش میگفت چادر ننداز سرت، گفت یه دونه ستایی من شلاق بزنی. ای بابا بعد دیگه نمیدونم برو یاس امین و دلاله بکن، میگو چرا دیوار مردم میخوای بری بالا گل بکنی دوزی کنی، اینم یه ست تا شلاق. ای داده پیدا. بعد گفت میخوای بری نمیدونم خون بریزی، داری میخوای به مردم یاد بدی که برن خون بریزن و خون ریزی بکنن، این یه بد آموزی، 200 تومن برای این شلاق. ای بابا یه جاش هم حرف از حافظ و اینا میزد، گفت برای چی تو از حافظ حرف میزنی؟ تو بعد از علی اکبر، علی اصغر، از همه آدمای دیگه اسلامی حرف بزنی. منم گفتم آخه الهی قربونت بشم، من حافظ آخه این شعر رو گفته، علی اکبر که به دنیا نیومده شو. گفت خفه شو، تو داری توهین به اسلام میکنی. 500 تا ضربه، 500 تا تو یه روز 900 تا شلاق به من خواستن بزن. البته خودم زیاد فکرام میکنم، ولی یه باغ داشتیم تو کرج، باغ داشتیم، باغمون رو آقام برد فروخ، دم ملاها رو اومد پولا رو دادیم، فقط یه 100 تا برامون شلاق زدن. این 100 تا همه جاش موندم. اومدم توی ترکیه، رفتم یوئن تا اینجا رو زدم بالا. حالا باشه آقا جواد حالا الان که نمیشه یوئن رد شدید که طریق یوئن که رد شدید که خب یو گرین کارت مثل که لاتاری برام بشه. نه با عمه ملوک اونجا آشنا شدم، با عمه ملوک با هم دیگه رفتیم. بعد که من این کمپاشت رو نشون دادم در جا گفتن بیا گرین کارت، گرین کارت رو دادن، وارد شدم اینجا، پول دادن، قضا دادن، بلیت اتوبوس دادن، بلیت سینما دادن، بلیت کنسرت دادن، همه چی دادن. از اون موقع هم یه ذره کار فقط تلویزیون نگاه کردم. پس آمریکا رو دوست داری؟ دوست دارم. آمریکا چونه منه، عمر منه، بگذر از این بایدن. حالا من یه خبر دارم برای کسایی که میخوام بیان. این هفته بایدن پشکل انداختن اینجا. من این هفته حالا من یه خبر دارم. بله. به خاطر کسایی که میخوام. بله. نشون دادید که پشکل انداختن اینجا آقای بایدن. اسلیپ جو. بله بعد از این بگو. اوکی. چاکرتم. مخلصم. ارادتمندم. این چی شده؟ اسلیپی جو داشته حرف میزده، پرنده رو شیده. خب این چیه؟ میدونین آمریکایی‌ها میگن این خوششانسیه. خب اینم خوششانسیه، اینم خوش. ولی عمه ببینین، میگم عمه جون داره حرف منو میزنه. آخه یه هم جای عمه خالی، جاش خیلی خالی، جای عمه خالی، خیلی دلمون خالی. آقای کارگردان هیچ جد عمه ندارین که بدارین؟ چرا نوبل هاس آنتیک باهاش رفتیم گذاشتیم صندوق؟ آقا داشت صحبت میکرد وسط حرفش پریدیم رو. آره حالا ما یه خبر داریم که چجوری شما امریکا رو دوست دارید. میگن آقای نیت خبر داره. بله من نیت هم میگه شما آقا نیت چاکرم، مخلصم، دورت بگردم، خیلی دوست دارم. چه پیرن آبی بهت میاد؟ از کجا خریدینو؟ چرا همه از اون آبی پوشیدین؟ اتفاقی باید آبی پوشیدیم آقا کارگردان. نه چطور نگفتین به من آبی بپوشم؟ آقا جمعت خبر نداشتیم، مثلا شما منتظر همه ملوک بودیم شما تشریف آوردین. راست میگی حالا ببینید جواد آقا، شما که الان خیلی آمریکا رو دوست دارین، بعد شما با یه خود با روش خودتون اومدین آمریکا، روشای خیلی خوبی هست که آقای نیهاتو سویدا جون حالا میگن. آره برای اونا که دوست دارن بیان، اینا که دوست دارن مثل من بیان آمریکا حال کنن. آمریکا، کانادا، کسایی که هستن که دوست دارم
از طریق دروز کشورهای دیگه هم میشه. قبرس به من ویزا میدی؟ اروپا دارن، استرالیا. نه شما به من ویزا میده برم قبرس؟ شما دیگه گرین کارت داری ویزا راحت بهتون میدن که من ویزا نمیخوام. نه شما راحت بهتون ویزا میدن. حالا بذارین ما این خبر رو بدیم. آره کسایی که کسایی که دوست دارن از طریق قانونی، از طریق درست، از راه درست به امریکا یا کانادا یا استرالیا مهاجرت کنن و در زمینهای مختلف توریستی، درمانی، گردشگری، استارتاپ و دانشجویی کسایی هستن که حتی خانواده‌ای هستن چند فرزند دارن، سال آینده قراره فرزندشون مثلا اول ابتدایی بره مدرسه رو تازه شروع کنه، پلن‌های جدید دارن، پلن‌های بروز دارن. بله. که با کمپانی خوب USVIP تماس بگیرید. بله. و USVIP گروپ یکی از کمپانی‌هایی است که افراد بسیار خبره و کارکشته‌ای در طی 15-16 سال گذشته به خیلی از هموطنان در سراسر دنیا کمک کردن و براشون ویزاهای معتبر گرفتن. باری کلا بهشون باشه. باری کلا. عزیزان میتونین از طریق واتساپ در سراسر دنیا با شماره ای که روی صفحه میبینید واتساپ هم دارم. واتساپ هم میشه باشون حرف زد مجانی. آره 1-949-899-3151. عزیزانی هم هستن که برای استارتاپ، دوستان عزیزان پرستار، کارمندان و ببینن تالنت دارن، استعداد خاصی دارن، میتونن با این کمپانی تماس بگیرن و بهترین راه حل ها رو جلوی پای شما میذارن. این قسمتش متوجه نشدن. الان توضیح میدیم براتون. امیدواریم که به این گروه خوب USVIP گروپ در آینده در برنامه‌های خوب که میگیرن در تلویزیون ITN آقای هروی نازنین که هفته پیش در برنامه بودن توضیحات خیلی جامعی رو در رابطه با نوع ویزاهای مختلف میدونن و اطلاع رسانی میکنن که شما عزیزان از هر طریقی که دوست دارید وارد خاک امریکا و یا کانادا بشید، چه برای خودتون چه برای فرزندانتون اقامتی یا حتی توریستی، لطفاً با این گروه خیلی خوب تماس بگیرید. اطلاعات دقیق رو از خودشون و کارمندان بسیار خبره، یعنی زبده که میتونن اطلاعات دقیق رو بهتون بدن که بیراهه نرین، ویزاهای درست و به وقتش رو بگیرین. حالا ما میخوایم ببینیم آقا جواد که دمشون گرم بارکلا شکار میکنه، خیلی خدماتشون زیاده، خدماتشون زیاده. حالا یه دور تصمیم بندازی؟ من میدونم شما کسی داخل ایران دارید که برش ویزا بگیرید؟ الان دیدم که همه میخوام بیان دیگه. اولا تا اسلیپی جو هست بجنبید، چون همه زود ویزا میدن. اگه اسلیپی جو بره دیگه ویزا خبر نیست، زود بجنبید با همه وی آی پی گروپ. شما یه وی آی پی داشتی، اون چی بود؟ آهان اون لیموزین. اون لیموزین اینجا همه چی وی آی پی. حالا خسرو بیدا خانم. بله. جناب آقای کارگردان، خیلی چاکرم اگر که اجازه بدید که جواد آقا یه دهن آواز بخونه. بارکلا به افتخار آقا جواد. یه مردی دارم. مدلی همون که هفت شاهنگ گرده گل هم میدازن و میخونن. بله مدلی. من یه ملودی درست کردم. بله. اگه اینو برا بنده اجازه بدید با اجازه عباس آقا که اونجا هستن، اگه دوست دارم میتونم باش برخصن. عباس آقا نمیخواد برخصی، فقط آقا شبکیز که برنامه داره میرخصی. جواد آقا رو مقابل اگر روزی من اینجا رسیدم به جایی که تلویزیونم باشد دیدی که کیپ تا کیپ آگه یا چسبیدم دنباله هم وقت میبینی که کی دیگه ازت بپرسه عباس آقا میرخصی یا نه، اون موقع دنسر میارم از هالیوود. آقا جواد اومده کارستون کنه به خدا. جون خوده عزیز. دست
کرده بود انقدر قشنگ. اینا رو همه رو آقای حوید وسکانیان
آماده در گلندوک اینا گلندل دوست... گلندل ایه. آقا جواد گلندل گلندوک تو ایران تو تهران یه محله باور کن فکر کردم گلندوک گلوبندک داره تهران گلوبندک بله این آقا استودیوم داره استودیو چقدر همه از من ایراد میگیرن آقا استودیو میرن بازی میکنن استودیو میرن ضبط میکنن همون که ضبط میکنم من چه میدونم یه میم این بر اون بر بشه کار آدم خراب نمیشه ده میشه میشه حالا عبه جون سویدا یه کلیپی آورد آقا جواد ببخش میگم عمه پشت سر اون آره عمه بلا بگیرم ادای عمه رو در نیارین سویدا یه کلیپی آورده درباره کوچولو موچولو ها بچه مچه ها فرشته ها آره دقیقا میخوام بریم اونو ببینیم منم برنامه کودک یکی از آهنگ خانم حاملگاه رو میخونه اینقدر قشنگه اینقدر قشنگه یکی هم از زد میزنه دوسته تا هم هستن چه دکلمه مکلمه اینا تن همه فرستادن پس سرتون حسابی شلوغه این روزا بله کارتون هم سکه است بله نه با این آهنگ که الان اجرا کردیم یعنی حالا ببخشید این آقای کارگردان سر شلوغه ولی شماها که با آقا شبخیز رفیقی فکر میکنید من رو قبول میکنم شما چی فکر میکنید پاد رو پوست خیاره پوست خیار دیگه چه من فکر تا الان رو پوست موز بده پوست خیار تو چیزی نبر میدارم ببینم به صورت هاش ماکسه ماکس ماسک آقای وحید کارگردان خانم فریبای کارگردان بله 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 ببخشید شما به نظرتون آقای شبخیز من قبول میکنه شما باید تست بدید تست تست من دیروز دکتر بودم تست همه چی دادم نه تست گویندگی تست گویندگی پس قبول نمی کنم چرا؟ خیلی قلقلوت گفتم آره این یقت خیلی باید نه پشما رو دوست دارم این سکسیه تمام زیبایی من به همین پشم و سیبیل پشم و ریش و اینا نه این پشم و آقا جواد بریم یه کلیپ رو ببینیم بفرمایید و اینجا یه کلیپ دنیای کودکان رو بریم ببینیم ببینیم بعد احمد راجع به این کوچولو موچولو ها چیه سهیلا جون بگه چیه مرسی و اینجا آره کوچولو موچولو ها خوشگل مشکل ها مواقع میره تو اتاقش دلم میبنده انگاری من هفته های پیش اومدم تو پشت در بودم تو کسی در رو نکردم امروز این آقا خیلی باحال بود همینه بریم ببینیم ببینیم این کوچولو ها چی میگن One dad is in charge. That's my sister. 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 All the girls are on me. Damn. Everybody pay attention. This right here is my pretty boy. Somebody won't tell me the word. How did this just happen? Okay, I'll get you out. من یاد بچگی های خودم افتاده شیطون بودی؟ ما میرفتیم تو جوغ آب جوبه آب آره میرفتیم تو جوغ آب
همچی شلپ و شروع آب به سر کلمو میرفتیم مردش میرفتیم خونه یه فس کتک میخوردیم یه فس کتک میخوردیم بی انصافا میزدن میزدن با کمربند؟ با کمربند، با چوخ، با هرچی هرچی گیرش میمه تلق و طلو. آقای کارگردان بفرمایید اون بچه که من فرستادم میشه اونا رو همین این داره همین که رد کردی هایده همیرا میخونه همین قرمزه؟ بله بله عزیزم این باشش خدا بری خدا بری خدا بزاد اختا بری خدا بزاد همونی قشنگ همجابی قشنگ وقتی با هم قرد کنیم قشنگ وقتی با هم قرد کنیم قشنگ چگونه آوردی که این خودت حرف میزنی تو چی قشیمونی قشنگه ولی شما خوب به ما میزنی بابا شما عکس سلفی میگیریم برای چشم ابروت میخونیم قربون صدقت میریم سفلی مفلی میدازیم بعد شما به ما مدلک میگیم ببین چقدر قشنگ انتخاب تو دارم میگم انتخاب زیاده عالی بود یک عالمه آقای کارگردان خودشون الان میزنیم به این دختر خانم دکلمه کرده ببینیم با در روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش زیبا و زشتش پای توست تقدیر را باور نکن تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی از نو دوباره رسم کن تصویر را باور نکن خالق تو را شاد آفرید آزاد آزاد آفرید پرواز کن تا آرزو زنجیر را باور نکن الناس خانم دست درد نکنه چاکرتم مخلصتم فداتشم بچه چقدر قشنگ خوندی کاش که عمه بود اینجا لذت می برد اینا رو دیدید این بچه ها رو چیکار میکنن این بچه ها خیلی باحالن همه وحشت و عذاب دارن که چجوری جلو دوربین باشن این یکی از خودش اینجا هر کار دلش کنه اونو بر خجالت کشیده این همینطور عذاب پشت عدا دارن خودش نگاش کنه دختری که انقدر شیطون باشه آره نمیاد اینم دوباره گمونم همون الناز خانم باشه که گذاشتی بله الناز خانم یه بار گذاشتی همین دختر خانم ایبلا رو ضربم بذارید دیگه بسته مونن
ایشالله ایشالله. این نخست وزیر پاکستان رو ببین چه میکنه. دوباره سیاسی. نگاه کن نخست وزیر پاکستان با میکروفون دعوا داره. میں کل وعدہ کرتا ہوں جلد آپ سے ملوں گا اور پھر وہ باتیں بتاؤں گا جس سے پاکستان عظیم بنے گا عظیم بنے گا. جو آج ہمیں بجلی دینا چاہتا ہے ہم پاکستان پوری 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 میں اس صدا کا وفادی گلی اور حالوں میں آؤں گا. آبایی خاموش هو جایه بلکن. این چرا اعصاب نداره؟ رابطه خوبی با میکروفون نداشت. اصلا اعصاب مصاب نداره. میزنه در بود آقا هر چی میکروفون ببینه میزنه خورد و خمرش میکنه. آره میکروفون های حالا اینجا آقا جمع باشه. این خانم دختر خانم باباش خیلی دوست داره که ازش یه چیزی ما پخش بکنیم. دختر خیلی خوبیه. اسمش هم گمونم که اسمشو انگار یادم رفت. الناز. الناز اون بود. صفورا. سارا. نه مدرنه. مدرنه. اسمش سلما. 7 سالشه سلما. سلما خانم با لباس قشنگش. آه با این اولا که من از میخواید اینو نشون بدید؟ نه اجازه بدید اجازه بدید داره وقت تموم میشه ولی بعد که اینو نگم فردا گود فرایدیه یعنی این که فردا جیزس رو میبرن به کوها میبندنش به صلیب و اینا مادرش خیلی صدمه میخوره و گریه و زاری میکنه پای صلیب پسرش. البته جوزف و اینا رو همه رو با هم میبر یارانش هم میبر. من خواستم خدمت همه ارامنه مسیحیان ایرانی به خصوص ارامنه خودمون عید پاک رو تبریک بگم. یک شنبه عید پاکه. عید پاک بر همه مسیحیان جهان به خصوص ایرانیان مبارک باشه. هفته شنبه بله شنبه عید پسر هم هست. پسر هست پسوبر از همینجا بله فردا با هم دیگه تداخل پیدا کرده خیلی این هفته بله به تمام کلیمی های عزیز جویش های عزیز تبریک میگم. امیدوارم که عید بسیار خوبی رو داشته باشین به خصوص جویش‌های عزیز همشهری‌های ما شیراز که زیاد هم هستن. پسر همتون مبارک از اسرائیل تا اینجا انشالله. آمین آمین آمین. حالا پسره بله. از اون برم عید پاکه پس عید رضوان هم نه همه با هم بله بله پس عید رضوان هم نه همه بهاییامو تبریک میدیم. آره آره چقدر همه بهایی ها همه مسیحی ها همه یهودی ها هستم خودم تکی جواد آقا چقدر کردتون خوبه جواد آقا حواسش به خدا با این که دفعه اول چقدر امیدی هست آقا جواد اتاق فرمان شب که شما رو یه کاری براتون انجام بدن مطمئنی حالا دیگه ببینن چی میشه دیگه یه سری خبرهای امریکایی من آوردم میخوایم بریم ببینیم هرچی دلت میخواد مگه مال منه من خودم یه جوری چپوندم اینجا انداختم تو برنامه مگه من کاره ایم وای جان بریم خبرهای امریکایی رو آهنگم رو خوندم اخبارم رو گفتم حرفا
حرفام هم زدم، نوکر همه تونم هستم. آقا بهبودی نمیاد؟ آقا بهبودی رفتن. یا آهنگ اینجا نمیخونه من باشم؟ چرا؟ چرا من برات میخونم به جای آقای بهبودی. دوست دارم میدونی تا وقتی مهربونی، این قصه رو میتونی از تو چشم بخونی. دیگه بقیهش باید بریم کنسرتش. وای جان اگر آیتم خبرهای امریکایی رو ما داشته باشیم که من آره آقا جواد ببخشید، یه خانمی اومده یه دونه لاتاری به مبلغ 10 میلیون دلار، همه وانز همسایه ما تو تارزانا اومده، بله اومده 10 میلیون دلار چند شب پیش برده، سردر وانز هم زدن مبارک، آره بنرش هم زدن، بله خانم ایرانی بوده؟ نه 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 فکر میکنم اسپانیش بوده. آخه مبلغ اومده نوشه جونه، آره. هرچی آره. اسپانیش زحمت کشم، 3 دلار یه دونه لوتو انداخته و باورش هم نمیشده. همه جا آقا جواد ببخشید 10 میلیون، بله این روبروی وانز هم یه دونه بنرش زدن که شما. آقا میلیونری که برده از اینجا بوده، 50,000 دلار هم کامیشن اون فروشگاه، بله بله که بهش رسیده. میگن که خوششانسی دنیا همه هیچ و مال دنیا همه، آره. هیچ برای هیچ برای هیچ مفیش، بله. مولانا حالا یه خبر دیگه هست که میخوام بهتون بگم که فقط خدا بخواد، بله. خدا بخواد میرسه همون دقیقا، بله. خودش یه خبر دیگه. حالا خبر بعدی اینه که آقا جواد میبینی 8.5% تورم از 40 سال پیش تا الان داخل امریکا بی سابقه بوده، یعنی برمیگرده به سال 1981 و بعدی هم اگر که داشته باشیم، آره مهندسی شیمی، هوافضا، کامپیوتر، برق، مکانیک با حقوق 110,000 دلار در امریکا تو زندگیشون موندن، بالاترین دستمزد رو تا اینجای کار دارن. اینم یه کلیپ بریم ببینیم که پسر بچه‌ای داخل مدرسه داشته خفه می‌شده و همین چند روز پیش بوده و ببینید به خاطر آموزش درستی که به معلما میدن، نه به اون خاطری که میرن سر صف موهای بچه‌ها رو قیچی میکنن، شاید پروفسور سمیعی، شاید علی دایی باشه اون پسر، شاید هزاران شاید دیگه از بزرگان مملکت ما اونجا رشد بکنه و این معلم دلسوز میاد جون یک انسان و پسر بچه رو در امریکا نجات میده. این هم یه خبری بود که چند تا خبر بود که وایرال شده بود، امیدوارم که دوست داشته باشید. از آقای کارگردان تقاضا دارم یک آهنگ از بدر خانم پخش کنن به نام الماس. به به بزنیم برقص الماس، بله بزنیم برقص، خیلی هم قشنگه الماس. طرفدار خانم بدری هستی آقا جواد؟ مخلصشم بدجور، ایشون از همه بیشتر. اوکی. به دلم نشسته، خیلی به دلم نشسته. البته ایشون زیاد مثل که از من خوشش نیومده. چرا؟ بلند شدم با آهنگت رقصیدم. من خیلی از شما خیلی خوش آمده. به عنوان همکار خیلی براتون احترام قائلم. خیلی دوستتون دارم. همکار منکار چه؟ میخوام شب برم یه رستورانی جایی یه چلو کباب بزنی. همکار میخوام چه کار بزنی؟ من خیلی چند وقت رژیم دارم. ولی شب جلو کباب نخور. کدوم آهنگو باید پخش بشه؟ الماس، همین الماس، 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 الماس خیلی قشنگه آهنگ بدری. میگن الماس آورده دلتا رو برده، میگن خب بالا سرچش بزنید الماس میاد دیگه. سرچ خب ایا رو بزن، ایا، ایا رو دارم، ایا، ایا، به شما برخصیم باشه، ما میرخصیم سایلا خانم برخصه. جان من دل دار من بکشا گره از کار من، خندش اومد هم بنه بر این دل بیمار من، دل
نشسته بر روح من و بر جان و تن. خواب و بیداری من در آرزوی تو گذشت، دل به امید وصال از سمت کوی تو گذشت. سهم این دیوانه شو خواب من رو تعبیر کن، یک دفعه فکری به حال دل بی تقصیر کن. شباش از حضور بینندگان عزیز. بله، امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو داشته باشید. بزرگواری هستی شما، قربون شما. خیلی متشکرم. تشکر بکنیم از دفعه دیگه خانم کارگردان و آقای کارگردان. گوتی من خوب نشده. گوتی اینجا گوتی ریش گوتی خوب منم دارم میگم. مرسی بای جان. فریبا جون مرسی. خیلی چاکرم. اوه نادر خان، بله تولد نادر جان. تولدت مبارک. تولدتون مبارک. درست میکنه. یکی از عزیزان بیننده خوب فیلم بردار نادر خودمون. تبریز نادر جون، تولدت مبارک از طرف عمه مولو بدری جواد آقا. چاکرت نادر، خیلی گلی، کارهای گرافیکت عالیه، برنامه های ما رو چقدر قشنگ به هم دیگه میچسبونی، عکس میفرستی، کارهای قشنگ میکنی. باریکلا نادر امیر محمودی در تبریز استودیوی فیلم برداری داره برای عروسی و مجالس عروسی. ساخت تبلیغ بهترینه. چاکرش هم خودم. خیلی کاراش عالیه. آقای نادر مخلص. هفته خوبی داشته باشید. ممنونم. خودم خیلی کلا رو برداشتم. خدا نگهدار بینندگان عزیز. ایشالله که هفته های خوبی داشته باشید. ایشالله. عجب رات بی سر و تر شد وقتی دنیا آمدی تو تونت باشی دنیا رنگ زیبا تو زدی تو یه سالی تو همین روز چه گفتی بال من روز میلاد تو حک شد روی تخمیم دل من امشب شب تو خنده مال لب تو وقت تو با تب تو تو که خود خود عشقی تولدت مبارک تو هدیه بهشتی تولدت مبارک تو که خود خود عشقی تولدت مبارک تو هدیه بهشتی تولدت مبارک تولدت مبارک نم 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 به هم عشقی
دلت نمیشه بدون رحمه این شبتایی نور این شبتایی برسی به آرزوز نمیشه توشم آفوز کن با اسم و خنده آقا دیگر تولدت مبارک تو هدیه بهشتی تولدت مبارک تو که خود خود عشقی تولدت مبارک تو هدیه بهشتی تولدت مبارک تولدت مبارک